کیانا دانیال، مؤسس و مدیرعامل شرکت اینوست دیوا، 3 سال پیش از ژاپن به نیویورک مهاجرت کرد. من از خانواده کلیمی جویش ایرانی میام و تا 18 سالگی تو ایران بودم. بعد از اون بورسیه‌ای از طریق دولت ژاپن بهم تعلق گرفت که برای تحصیل توی رشته مهندسی الکترونیک به ژاپن رفتم و حدود 7 سال اونجا بودم. الان 3 سال که آمریکا هستم. کیانا میگه قصد نداشت 7 سال در ژاپن زندگی کنه و اول فکر میکرد فقط 6 ماه اونجا میمونه، اما بعد از فراگیری زبون ژاپنی و ورود به بطن جامعه چنان شیفته یه محیط متفاوت و متنوع اونجا شد که نه تنها رشته مهندسی برق و به زبون ژاپنی خوند، بلکه حتی سر از تلویزیون ژاپن در آورد. وقتی که توی دانشگاه بودم خیلی فعالیت‌های فرهنگی میکردم و خیلی عرق ایرانی داشتم و خواستم خیلی ایران رو معرفی کنم و توی اول از دانشگاه شروع کردم لکچر میدادم راجع به ایران که واقعا ایران چیه، این چیزی که شما توی تلویزیون میبینین ایران نیست. از اونجا شد که یه کارگردان برنامه تلویزیونی ژاپن منو پیدا کرد و از من خواستش که توی برنامهشون شرکت کنم. یه برنامه بودش که از دید خارجی مشکلات ژاپن بررسی می‌کردیم. توی کیکن گا آریماشته تو مکاشی نو کارشی نی واکی سارتا توکی گا آتته. من خب توی ایران اقلیت مذهبی بودم، از خانواده کلمی میام و بعدش توی ژاپن رفتم و من تنها دختر توی کلاسم بودم و تنها خارجی توی کلاسم بودم و همیشه اقلیت بودم. بعدش اومدم توی آمریکا هم جز تنها زنای خانمایی بودم که توی رشته مبادله ارز بودن و اینا یه پیش‌زمینه‌ای شد واسه من، یه تمرینی شد واسه من که بخوام خانوما رو یا اقلیت ها رو بکشونم توی رشته هایی که واسه شون یکم سخته. با آمریکا اومدم و توی بزرگترین شرکت مبادله ارز آمریکا شروع به کار کردم و اونجا متوجه شدم که 98% کسایی که ترید میکنن تو آمریکا مردن و اصلا زنها ترید نمیکنن و این واسه من جالب بود چون من رفتم ژاپنم دیدم که والا من تنها دختری بودم که توی رشته مهندسی برق بودم. اومدم آمریکا میبینم اصلا زنها توی فایننس نیستن، در حالی که توی ایران اصلا همچین حرفی نبود. توی دانشگاه ها 50% بیشتر دخترن، مهندس ها دخترن و من گفتم اینم بفهمم، اینم میشه کشورهایی که مثلا میگن خیلی حقوق زنان مطرح و آزادی و برابری. کار کردن در بزرگترین شرکت مبادله ارز در آمریکا افکار بزرگ رو هم در ذهن کیانا پرورش داد. او تصمیم گرفت کتابی منتشر کنه که کار مبادله ارز رو برای کسایی که کوچکترین اطلاعی در این زمینه ندارن راحت تر کنه. جالبش این بود که تحقیقاتی که من کردم نشون داد که اولا زن‌ها توی این کار بهترن چون که کمتر ریسک میکنن و اصولاً توی اینوستینگ زنا پورتفولیوشون تقریباً 1.4 برابر مردا بازدهی داره که خب خیلی رقم بالاییه و همه اینا دست به دست هم داد که من بخوام روی خانم‌ها فوکس کنم و معرفیشون کنم به مبادله ارز از طریق اینترنت. من این کتاب اول ژانویه 2012 شروع به نوشتنش کردم. حتی روز سال تحویل سال نو آمریکا بود، هیچ جا نرفتم، شروع کردم به نوشتن و روزی 19 ساعت دیگه شروع کردم به کار کردن و در عرض 2 ماه نسخه اول رو نوشتم و بعد از اینکه اونو شرکت رو تأسیس کردم پابلیشرم به اسم مگراهیل منو پیدا کرد این وبسایتمو و به هم پیشنهاد داد که کتابمو چاپ کنم. کسایی که کتابمو خوندن یا ویدیوامو دنبال میکنن یا توی وبسایت من عضو هستن خیلی از این که راحت و جنبه طنزآمیز داره و قابل درک واسه هر کسی خیلی خوششون میاد. کیانا میگه هدفش زنونه کردن حرفه هایی که در جامعه به عنوان شغلای مردونه جا افتاده. او میگه بعد از این کتاب میخواد مبادله سهام، املاک، مهندسی و هر آنچه که شغل مردونه تلقی میشه رو با بیان و روش متفاوت خودش زنونه کنه و به خانم ها ارائه کنه. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.